به چی صورت یعنی چی این گناه ما و معصیت ما چی قسمی میشه که در اونجا میشه به صورت عذاب حالا عذاب های مختلفی که بعضی هاش قرآن نام برده حالا به صورت کلیش آتش هست یا مثلا زقوم هست یا مصادیق دیگری که قرآن،, قرآن،, کریم گفته و یا مصادیق جزئی, در جزئی تری که روایات پیامبر عظیم و شن و اهل بیت آن حضرت علیه السلام آمده گفته مثلا اگر کسی این گناه کنه دو دنیا چنین عذاب میشه یا چنان رنج میبینه و شکنجه میشه خب چی قسمی هست یعنی این تجسم عمل به چی صورت صورت میگیره بله درباره این نظریه یازده هم که رابطه بین عمل ما عمل خوب ما و عمل بد ما در جهان آخرت که ما پاداش و ثواب یا عذاب و کیفر میبینیم ارشد هر شد که رابطه رابطه تکوی نیست رابطه رابطه قراردادی نیست یا به تعبیر رابطه رابطه علی و معلولی است درست و در توضیح این نظریه هم عرض شد که بالاخره ما آیات فراوانی در قرآن مجید داریم بلی. که گویای این مسئله هست که عمل ناشایست ما متجسم می شود یا متجسد می شود در اون عالم و در جهان آخرت و همچنین اشاره به روایاتی هم کردم که آخرین روایت روایت مفصلی بود از وجود مقدس پیامبر گرامی اسلام که فرموده بود خیلی از اعمال خوب ما مخصوصا روایت درباره متجسم شدن اعمال خوب بود مثلا نمازی که ما میخوانیم متجسم می شود و در چه صحنه هایی به فریاد ما میرسد بله. سله رحیمی که داریم یا احسان و نیکی که به پدر و مادر داریم یا حجی که انجام می دهیم یا دیگر اعمال خوبی که انجام می دهیم بله. در چه موقعیتهای اینها متجسم می شود به فریاد ما می رسد. درست. پس ما در این مجموعه آیات و روایات اشاره کردیم که هم اعمال خوب ما متجسم می شود به فریاد ما می رسد و هم اعمال بد ما گناهان ما متجسم می شود و در حقیقت گریبانگیر ما می شود همو در حقیقت عذاب ما هست یا ما می شود یا گریبانگیر ما می شود اما این سوال خوب شما مطرح کردید که بالاخره ای تجسم اعمال به چه صورت است؟ اگر بخواهیم این مسئله را شفافتر و روشنتر توضیح بدیم پس باید چگونه بگوییم که این اعمال خوب و بد ما متجسم می شود بله. یا متجسد می شود دو تحلیل و دو تا بیان در این زمینه از سوی علما و سوی اندیشمندان مسلمان برای تبیین این مسئله تجسم اعمال مطرح شده است یک بیان این است که حقیقت کیفر و عذاب تجسم فعل و صورت فعل هست حقیقت کیفر و عذاب تجسم فعل و صورت فعل هست برای یکی ای مسئله رو توضیح پس آره یک مقدار واضح تر که بله، ممکنه بعضی بله. ما پس سوال یک... که این به بله. معنی پس یک تحلیل این شد که کیفر و عذاب در حقیقت تجسم فعل و صورت فعل است یک تحلیل نیست این من اینا رو ان شاءالله توضیح میدم خدمت درست. شما و خدمت بینندگان محترم اینه درست. که کیفر و عذاب در حقیقت باطن اعمال دنیایی ماست درست اما او تحلیل اول که میگوید کیفر و عذاب تجسم فعل و صورت فعل هست در بیان ساده اگر بخوایم این مسئله رو خدمت شما و بینندگان محترم در نظر بگیریم کسانی که این تحلیل را باور داره این تحلیل رو گفتن به این گونه است که انسان هر عملی که انجام میدهد ممکنه بار اول و دوم باشد اثر کمتری بر نفس انسان دارد بله. اما وقتی تکرار شود این مسئله دو بار ده بار صد بار روزها و بارها تکرار شود این به عنوان یک ملکه یا به تعبیر ساده تر به تعبیر ساده تر و شکل یک عادت در می آید. تبدیل به یک عادت می شود و عادت هم که جزوی از شخصیت این شخصیت انسان را تشکیل می دهد اگر مثال ساده خدمت شما و بینندگان محترم در نظر بگیرم ممکنه یک کسی سگریت یک بار دو بار بکشد زیاد بالاخره وابسته به سگریت نشود یا مواد مخدر یک بار دو بار استفاده کنه وابسته نشود, او نشود. یا حتی همین ناس که بالاخره در بین جامعه ما خیلی رایج شده است امروزه استفاده میکنه با یک بار دو بار ممکنه وابسته نشه ناسی نشه یا حتی ممکنه کسی که بار اول استفاده میکنه از او بدبین شه و بعدش بیایه درست. از دود سیگار بعدش بیایه یا از او مواد مخدر بعدش بیایه اما وقت تکرار شد یک بار دو بار ده بار روزها و ماهها و سالها یه جزء شخصیت او میشود تبدیل به عادت میشود ترک کردن او برای او سخت میشود